کارم پانتا همراه منه. پانتا میزبان این نشست بوده و درباره این نشست باهاش گفتگو میکنیم. پانتا، اولین باره که روی ست ایران اینترنشنال و توی استودیو خبر هستی، خوش اومدی. بیا، مرسی از تو. هدف از تهیه این برنامه چی بود پانتا؟ هدف این بود که به شکل متفاوتی با رضا پهلوی آشنا بشیم. الان هم مخالفان ایشون و هم موافقانشون برای این نکته توافق دارن که ایشون یکی از مهمترین چهره‌های اپوزیسیونه. برای همین آشنایی با دیدگاه‌های ایشون، آشنایی با تحلیلشون از آخرین رخدادها برای خیلی‌ها جالبه، اگر نگم برای همه مهم هستش. و برای اینکه کار تازه‌ای کرده باشیم، تصمیم گرفتیم که به جای یک جلسه گفتگوی ساده، یک نشست پرسش و پاسخ برگزار کنیم تا همه بتونن مشارکت کنن و در واقع سوال‌های زیادی که وجود داره رو با ایشون مطرح کنن. البته تبلیغات برنامه مشخص بود که تعداد زیادی اونجا توی سالن هستن. حالا چرا نیوزیوم واشنگتن رو برای این برنامه انتخاب کردید؟ چون مکان معتبریه، موزه مخصوص رسانه هاست و آزادی بیان اصلا اونجا در واقع اون ساختمون نمادش هستش. و وقتی که رسانه بخواد میزبان یک گفتگوی این چنینی باشه، اونجا اصلا جای خاص همون هستش. مثلا رؤسای جمهوری آمریکا آقای باراک اوباما اونجا بوده و همینطوری در جلسه مشابه پرسش و پاسخی حاضر شده. اینه که واقعا جای خوشحالی داشتش که در چنین ساختمون معتبری، مکان معتبری بتونیم که هم میزبان شاهزاده رضا پهلوی باشن و هم مردمی که اونجا حضور داشتن، جمعیت فریخته‌ای که بود. و فردا شب بیننده ها میتونن ببینن اولین بخش از این برنامه رو. ممنونم از بله، مرسی. اولین بار البته، اجازه بده، ولی فردا شب پخش میشه ساعت 9 شب به وقت تهران هستش و همزمان هم روی یوتیوب، کانال یوتیوب ایران اینترنشنال به طور زنده پخش میشه، همطور روی آی جی تی وی اینستاگرام و توییتر. و خواهش میکنم که فراموش نکنید که میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو با هشتگ میدان با ما در میون بذارید، چون این اولین قسمت میدان هستش و قراره که در قسمت‌های دیگه هم افراد سرشناس دیگری حاضر بشن و به پرسش‌ها پاسخ بدن. ممنونم از اینکه این اطلاعات تکمیلی رو هم در میون گذاشتید با بیننده‌ها.